شنوندای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحت سلامت باشین، در جای هر جای که هستین از صحت کامل برخوردار باشین. مدت دیر شده بود که البته غیر حاضر بودم، از حضور شما البته بسیار دور بودم و هم نسبت معاذری که البته آید حال مگرده بود، البته هم معاذری شخصی که من نمیتونستم بیایم البته در حضور شما لایو باشم. واقعا بسیار حرکت یا امو پیام هر هنرمند یا هر شخص بسیار در این حالت حساس وطن بسیار مهم است بر علاقمنداش، بر هموطناش. من بازم معذرت میخوام که من نتونستم به ذات بسیار طولانی البته در حضور شما نبودم، ولی من همین اکنون من در شهر استانبول قرار دارم. یک کمک البته حدود چند روز میشه که یک حادثه البته سر خودم صورت گرفت که از ناحیه البته قبرغه کمک ایچی شده ناراحت هستم و من نمیتونستم که البته در حضور شما لایو بیایم، ولی امروز کوشش کردم که هر چیزی که سرم بیاد، ولی میخوام که امو پیام یا امو اهداف که البته در پیش خودم هست او رو همراه شما شریک بسازم و امو پیام خود همراه شما شریک بسازم و شما همه تانین پیام را هم رسانی کنین با هم عزیزا. نکات را که البته پیش خود من یادداشت گرفتم میخواستم سر از او بحث کنیم و همراه شما عزیزا او را شریک بسازم. نکته اولی که شما میبینین که جاهلین قرن، مزدورا و اجیرای اجنبی که امروز از هر طرف و از هر سو سر وطن ما شما حمله دارن، هم در سنگر گرم و هم در سنگر البته سرد. سنگر سرد ای مانا میده که میخوایم که بر شما لابیگری میکنن و زمینه رو مساعد میسازن به خاطر اذهان عامه یا به خاطر ازی که هموطنای ما شما را فکرشان دیگه طرف صحبتن یا در یک مورال بسیار ضعیف اونها را قرار بتن، به او میدیا میگم. و شما عزیزا و شما هموطنان هم شما وظیفه دارن که این میدیا یا می کسایی که چی از میدیای خارجی و چی میدیایی که در داخل افغانستان است، اینا که لابیگری میکنن و اخبار دشمن بسیار به صورت بسیار آشکارا اینا نشر میکنن و مردم ما شما را در مورال بسیار ضعیف قرار میدن، اونا را باید شما چیز بکنین، شما تحریمش کنین. همیال میگم تحریمش کنین، از امیال تحریم کنین. به خاطر ازی که ما در طول یک ماه متوجه هستم که چی میدیای داخلی است و چی میدیای خارجی است. خب میدیای خارجی خب مربوط ما نمیشه، اونا با مربوط ما استخبارات بیرونی هستن که به نفع اونمو سیاست یا به نفع اونمو سیاست های اونمو کشورهای خارجی کار میکنن. و میدیای داخلی هم به نحوه، چی در پروگرام های فرهنگی است، چی در پروگرام های سیاسی است، اکثر شما کسی که آگاه هستین متوجه هستین و متوجه میشین، میبینین که اینا به نحو بسیار لابیگری میکنن. اینا هیچ فکر میکنن که چهار تا موتورسیکل سوار، چهار تا یک دشمن، چهار تا یک انسانای بی فرهنگ پلیت کثیف پست، اینا میتونن که یک کشور را که باید یک تاریخ، باید یک تمدن، یا میتونن که البته تسخیر کنن بگیرن. این خواب به گور پدرای خود ببرن که البته بردن و تابال میبرن. دوستا بسیار احساساتی هستن به خاطر که میخوام احساسات خود بر اونم سربازا، به اونم قهرمانای وطنی که امروز در سنگر داغ در مقابل یک کثافتا، در مقابل اجنبی های بی فرهنگ پلید در مبارزه هستن، براشان برسانیم که او قهرمانای وطن، شما که در سنگر داغ در مقابل اجنبی ها استاد هستن، ما هم در سنگر فرهنگ همزمان با شما استاد هستیم و صدای خود میکشیم. در هر لحظه، در هر ساعت صدای ما با شما است و هم نوا با شما است. شما در سنگر داغ در مقابل جای استاد هست، سینه هایتان را سپر میکنیم، ما در سرهنگ فرهنگ صدای خود میکشیم با ترانه خود، با شعر خود، با نوشتار خود، با مقاله خود، همزمان با شما استاد هستیم. سنگر شما سنگر ما هیچ فرقی ندارد. دوستا میخوام که پست ما را همرسانی کنین به همه، از همه یوتیوبرها خواهش میکنم، از همه کسایی که یوتیوبر دارن یا فضای یا صفحات مجازی دارن یا پروفایل دارن، لطفا هر نوع تبلیغ دشمن شما باید نفع کنین و باید همه
اخبار و گپایی که اکتوال است، از سنگرهای داغ در مقابل دشمن و یا امو گپایی که شما توپیک میتونین یا پوست میکنین، به نفع هم سنگرهای خود، به نفع وطن خود باید پوست کنین و این تبلیغات دشمن باید شما نفکنین. ما چون فضا بسیار گرم است، شما میبینید که در داخل افغانستان امروز چه حالت است و یک بار دیگر این تمام مسائل ما تقویه میکنیم. او کثافت هایی که بنام این آن بنام جلسه صلح یا بنام در طول 40 سال ما را در چی میگه اسما قربانی گرفتن و ما را در جنگ بسیار گرم آغشته ساختن و امروز باز میخوان که فضا را به اون شکل بسازن، این مردم را تقویه کنن. اولین مبارزه در مقابل طالبای داخل است. ما مبارزه ما در مقابل افکار طالبانی است. کسایی که افکار طالبانی داره، او کسی که در سنگر می جنگ، او رذیل و پست کثیف بی فرهنگ که اصلا از به هیچ نوع معیارهای انسانی اصلا او چیز نداره، ارزش نداره، ارزش نمیده، چون دونمو کلبه حجره اونمو چی میگه مدرسه کلان شده و از هیچ نوع برخوردها و هیچ نوع مزایای انسانی و اصلا خبر نداره. او خود در یک طرف بانین. مبارزه ما در مقابل افکار طالبانی است که در داخل خود وطن و در محوطه خود ما و شماست. و ما و شما مبارزه ما با هر کدام اینا است که اگر در مقابل ازیاب قرار میگیریم باید اینا را باید سرکوب کنیم که اینا دشمن خطرناکتر است اون کسایی هستند که در اونجا البته گرم می جنگه در سنگری که البته اون شما خودتان شاهد هستید. او خواه از هیچ مزایای زندگی خبر نداره. مبارزه ما و شما در مقابل یک تفکر طالبانی باید باشه که امروز در ما متعقل که در 4 اطراف ما و شما قرار داره. دوستا واقعا بسیار احساساتی هستم، واقعا بسیار احساساتی هستم، چون امو وجدانم یا امو حالت فیزیکی مجازه نمیده که ایتو چوب بشینم. خواستم که اینجا بیم. من خواهش از همه دوستان میکنم که پیام مرا باید شریک بسازین. عمل بزدلانه و نامردانه که امروز در مقابل در اصل رسم عیار افغانی است که اگر ما با یک شخص سیاسی یا با یک شخصی که ما مقابل هستیم با او، اگر با او کار داریم ولی در مقابل فامیل اولاد، این رسم عیاری است در تمام دنیا، در تمام صفحات زندگی که در دنیا شما میبینین یک رسم عیاری است. ولی این بزدلای خبیسا امروز عملی بزدلانه در مقابل فامیل وزیر صاحب یا عمر صاحب بسم الله خان کردن، این به شدیدترین اعمال تقمیه میکنیم و خدا را شکر کنا جان به سلامت بردن. و این بزدلا به هیچ رسم عیاری، به هیچ رسم عیاری و مردی اینا استفاده نیستن. با اینا چه قسم سال حکت، با اینا چه قسم سال حکت. شما ببینید که چقدر گذشت کردن مردم افغانستان یا امی که ما در افغانستان زندگی میکنیم. شما ببینید 5000 طالب تروریست جانی را اینا به خاطر ازی که باش صلح به ما ایلا کردیم. دوستا عزیز، او پشتون، او برادر تاجک، او برادر پشتون، او برادر ازبک، او برادر بلوچ، او هر ملتی که در افغانستان، این طالب از افغانستان نیست، این طالب هیچ آدرس نداره، این طالب کثیف یک پنجابی پاکستانی، فوج پاکستان است که در مقابل وطن ما می جنگه. اینا میخوان که وطن ما رو معامله کنن، اینا میخوان که وطن ما ایچه همچو قهرمان ها، همچو ایارا، همچو وابستگان مسعود شهید، همچو وابستگان امچای کبیر، امچای دورانی، همچو وابستگان خوشحالخان خطک، او افغانستانی هایی که واقعا افغانستان به دیجه زنده است. ای پنجابی ها، ای کثافت ها نمیتونن که وطن ما شما رو تسخیر کنن. نکته دومه که برای شما اظهار میکنم، لطفا شریک بسازن. ما همچو فرهنگ هایی رو دیدیم که در برنامه های فرهنگی نامش نمیگیرم ولی شما خوبتر میفهمین که نام میاین میگن که با انانسر پرسان میکنن اگر طالب گیاه با شما ایر قربانی میتن به خاطر صلح. ما بر از او کثافت ها، بر از او رذیلا برشان میگم، این قربانی کشتار، این قربانی که در طول 40 دهه داده شده، این به خاطر نگهداشت اینمی تاریخ و فرهنگ زبانم است. یه طالب کسی بیای نبه، من به خاطر ازو دیگه هم آراسته تر، دیگه هم بالاتر میخوانم، دیگه هم استاد میشم. موسیقی، هنر، فرهنگ گناه نیست، یک تاریخ از زندگی است که خداوند برام داده و در مقابل ازو دو چند